با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، آرش کمانگر هستم. امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. همونطور که میدونید سه شنبه 5 نوامبر قراره که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار بشه که رقابت اصلی میان دو کاندید حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات هست، ترامپ و هریس. در ارتباط با این انتخابات که خیلی هم میگن خیلی انتخابات مهمیه و اینا، آخرین نظرسنجی ها میگن که اینا رقابت شانه به شانه دارن. همونطور که میدونید در آمریکا انتخاب رئیس جمهور بر مبنای پاپولار ووت، یعنی کسی که بیشترین آرا رو آورده در میان جمعیت رای دهنده، انتخاب نمیشه بلکه بر مبنای سیستم الکترال هست. هر ایالتی سهمیه خاصی داره. اگر شما با اختلاف حتی 100 تا هم در اون ایالت پیروز بشید، کل نمایندگان الکترال اون ایالت میشه مال شما. به همین خاطر در برخی از انتخابات های ریاست جمهوری ما مشاهده میکردیم که مثلا کاندیدی که شکست خورده حتی 3 میلیون هم بیشتر از کاندید پیروز در مجموع رأی داشته، ولی به خاطر همین سیستم الکترال عملا شکست رو پذیرفته. حالا میخوایم ببینیم که در ارتباط با این انتخابات آمریکا، درسته به اصطلاح پس از پایان جنگ سرد که یک زمانی به اصطلاح رهبری بلا منازه رو بوده داشت و خودش رو آقای جهان میدونست، در سالهای گذشته رهبری بلا منازه او با چالش توسط دیگر قدرت‌های سرمایه‌داری مواجه شد، به ویژه چین، و به لحاظ اقتصادی هم چین میگن خیلی به سرعت داره بهش نزدیک میشه، ولی کماکان آمریکا بزرگترین قدرت اقتصادی سرمایه‌داری جهان و بزرگترین قدرت نظامی جهان هست با بیش از 800 پایگاه نظامی در سراسر جهان. بنابراین تحولاتی که در این کشور رخ میده رو به اصطلاح مثل مثلا انتخابات در این کشور آفریقایی، اون کشور آمریکایی لاتین نیست، بلکه میتونه تأثیراتی رو بر کل اقتصاد سرمایه‌داری جهان و بر کل مناسبات بین‌المللی بگذاره. به همین خاطر میگن مهمه که هر انسانی حداقل که در آمریکا زندگی میکنه تاکتیک داشته باشه، موزه داشته باشه که میخواد چه کار بکنه. ما میخوایم ببینیم که تاکتیک چپ و نیروهایی که خودشون رو چپ میدونن چی باید باشه در این انتخابات پیش رو. خب چپ هم که به هر حال، حالا جدا، حالا ما که مثلا از نیرویی که ضد سرمایه‌داری باشه، طرفدار سوسیالیست باشه، چپ میدونیم، ولی خب در اصطلاح به اصطلاح ژورنالیستی از اون سوسیال دموکراتی که توی خود حتی حزب دموکرات هستن یا بیرون هستن، تا چپ سانتریست، تا چپ سنتی، تا چپ به اصطلاح بروز شده و انقلابی و رادیکال، همه اینا رو چپ میدونن. طبعا اون جناحی از سوسیال دموکرات ها که در درون خود حزب دموکرات هستن یا در جامعه آمریکا حضور دارن، تصمیمشون مشخص، احتمالاً میخوان به کاملا هریس رأی بدن، و بخشی حتی از اون چپی که خودش رو حالا کمونیست میدونه صرف نظر ماهیت برنامه و سیاستاش، اونام تاکتیک انتخاب میان بد و بدتر رو یا بدتر و بدترین رو به اصطلاح انتخاب کردن و فلان اینا، هرچند میگن که در مجموع تفاوت اساسی نیست، ولی آمدن ترامپ رو یک فاجعه میدونن. در نتیجه میگن بینیشون رو بگیرید و به هریس رأی بدید. بخشی دیگری از چپهای کمونیست و سوسیالیست به چنین تاکتیکی باور ندارن، یا صحبت از تحریم این انتخابات میکنن، یا اینکه مثلا بریم به کاندید سوم و یا کسی دیگری رأی بدیم و یا سیاست دیگری اتخاذ بکنیم و اینا. بخشی از جامعه مدافع جنبش فلسطین هم در آمریکا در اعتراض به این سیاست هایی که رئیس جمهور بایدن متعلق به حزب دموکرات در یک ساله اخیر در حمایت بیقید شهر اسرائیل اتخاذ کرده، صحبت از به اصطلاح بایکوت کردن ترامپ که قبول ندارن، گفتن برای اینکه نقره داغ کنیم حزب دموکرات و هریس رو، مثلا بریم به کاندید حزب سبز رای بدیم، که من نمیدونم خود این نظر هم چقدر طرفدار داره در میان مثلا جامعه مدافع فلسطین یا بخشی از جامعه مسلمان آمریکا که شهروند آمریکا محسوب میشه. برای بررسی مجموعه این مسائل
اومدیم سراغ رفیق علی جوادی، تحلیلگر سیاسی چپ، استاد دانشگاه در کالیفرنیا و از فعالین جنبش کمونیسم کارگری. علی جان خوش آمدی مجددا به تلویزیون برابری، تحلیل تو میشنویم، چه باید کرد؟ متشکرم، تشکر میکنم از دعوتتون، خوشحالم که از اینجا هستم با شما و همچنین سلام میکنم به بینندگان عزیز. ببینید، به نظرم شما توضیح خیلی مقدماتی خیلی خوبی دادید، شاید سخت باشه این توضیح رو بهتر کرد، ولی اجازه بدید که نکات و یا شاید حقایقی رو در رابطه با انتخابات در جامعه آمریکا بگم. این انتخابات در جامعه آمریکا مضحکه نیست، یعنی اینطور نیست که به اصطلاح انتخاب کسانی که میتونن کاندید بشن باید از یک فیلتر معینی رد بشن، مانند فیلتر ولایت فقیه جمهوری اسلامی و غیره و غیره، و شما میدونید که حتی در بین کسانی که قسم خورده ترین قسم خوردگان به ولایت خونین فقیه و جمهوری کثیف آدمکشان اسلامی هستن، تعداد معدودی میتونن به اصطلاح از اون فیلتر رد بشن. اینجا انتخابات هر کسی میتونه خودشو کاندید بکنه، اما فاکتورهای دیگه‌ای تعیین کننده هستن و در درجه اول در رابطه با انتخابات آمریکا باید اینه گفت که پول و قدرت مالی کاندیداهایی که از مطرح میشن هستش که تعیین کننده هست که شما چه میزان رأی رو میتونید در آمریکا داشته باشید. پول به معنای واقعی کلمه. خودشون هم میگن وقتی که برفرض شما ادورتایز های آگهی های تبلیغاتی کاندیده ها رو دریافت میکنید، به شما میگن که انقدر پول بدید، انقدر کمک کنید تا ما بتونیم از طریق خرید آگاهی و به اصطلاح تبلیغات بتونیم برفرض آرای رو بچرخونیم، از این طرف به اون طرف بکنیم یا آرای رو به نفع خودمون بکنیم. نقش پول در سرنوشت انتخابات تعیین کننده است و صحبت از میلیارد هستش، صحبت از ارقام نجومی هستش که به اصطلاح داریم صحبت میکنیم. این یه فاکتوره، سرنوشت انتخابات رو پول و قدرت پول و امکانات تعیین میکنه به درجات زیادی. از طرف دیگه کاندیداهایی رو که شما به عنوان کاندیداهای دو حزب اصلی میشناسین و این نکته دوم هست، کاندیداهای طبقه حاکمه در جامعه آمریکا هستند. سیستم انتخاباتی و حزبی آمریکایی طوری سازمانیابی شده که اساساً اجازه نمیده به کاندیدای حزب سومی، به کاندیدای رادیکال، به کاندیدای آزادیخواه، به کاندیدای سوسیالیست که بتونه خارج از مجرای به اصطلاح توافق شده، تعیین شده یه سیستم دو حزبی در آمریکا جایی داشته باشه یا بتونه امکانات معینی داشته باشه، بدون اینکه بخواد به اصطلاح این سیستم رو برهم بزنه، قواعد بازی رو که این جناهای طبقه حاکم برای همدیگه چیدن رو تغییر بده و کلن دگرگون بکنه مناسبات انتخاباتی، مناسبات سیاسی و سلطه طبقه حاکمه رو در رابطه با تعیین سرنوشت انتخابات. به اعتبار دیگه سرنوشت طبقاتی انتخابات از پیش تعیین شده است. شما لازم نیست حتی به صندوق رأی برید، میدونید که یکی از جناهای طبقه حاکمه در قدرت قرار میگیره. و نکته سوم هم این هستش که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به معنای این نیست که شما تمام سیاستهایی رو که در دوره ریاست جمهوری به اصطلاح فرد انتخاب شده هستش به اصطلاح میتونید تغییر بدید، میتونید تاثیرگذار باشید. بخشایی از هیئت حاکمه آمریکا عملاً از درون مجراهای انتخاباتی نیست که به اصطلاح تعیین میشن، مثلا سیستم قضایی آمریکا انتصابی هستش، انتصاب میشن توسط به اصطلاح ریاست جمهوری با تایید سنای آمریکا و غیره و غیره، و دوره های اساسا پاسخگو نیستن، دوره های دراز مدت و مادام العمری رو از سر میگذرونن، یا برفرض ارگان ها و نهادهایی رو که در رأس ارتش نیروهای مسلح قرار دارن، اینا اساسا انتخابی نیستن و غیره و غیره. اینم یه نکته دیگه هستش، یه تصمیمات اساسی بیرون از به اصطلاح رقابت و کشمکش جناهای طبقه حاکمه صورت میگیره، استراتژی عمومی و دراز مدتی رو تغییر میده. اما اگر برگردیم حالا روی انتخاباتی که در آمریکا پیش روی ماست، مثلا داریم راجع به 5 نوامبر سه‌شنبه آینده صحبت میکنیم، چه نکاتی رو میشه اشاره کرد؟ نکته اول اینه که شما یه کاندیدایی رو دارید که
حتی در رابطه با قواعد سیاسی درون هیئت حاکمه یه چرخشای اساسی، یک مناسبات دیگر متفاوتی رو داره رقم میزنه که اساساً مناسبات فاشیستی ضد مهاجر، راسیستی به معنای عمیق کلمه، ضد زن، ضد کارگر، طرفدار بدون شائبه طبقه سرمایه‌دار حاکم و اون هم بخش اساساً بسیار بالاش یعنی بیلیونرها هستش و از الان با وقاحت کمال اومده میگه من میخوام این کارا رو انجام بدم به مثابه یک دیکتاتور عمل بکنم و غیره و غیره. یه همچین پدیده رو دارید. یه کاندیدای دیگه هم دارید که توی سنت عمومی بر فرض هیئت حاکمه آمریکا میگنجه و تفاوت چشمگیر یا تفاوت ماهوی غیر از شاید رنگ پوستش و یا جنسیتش با سایر کاندیداها نداره، مزیتی نداره، توجهی رو به خودش جلب نمیکنه و غیره. و اینجا سوالی که اساسا مطرح کردیم، تاکتیک باید چی باشه؟ به نظر من قبل از اینکه راجع به خود روز 5 نوامبر و ساعت برفرض 9 صبح تا ساعت 6 بعد از ظهر صحبت کنیم، راجع به یه عرصه تقابل اجتماعی داریم صحبت میکنیم. بخشی از هیئت حاکمه آمریکا که توسط ترامپ این فاشیست دوران معاصر داره نمایندگی میشه و افسار گسیخته داره تعرض میکنه، اومده که عقبگردهای عظیمی رو، تهاجم عظیمی رو، حتی به دستاوردهای تاکنونی که جامعه آمریکا، سوسیالیسم در آمریکا، آزادی خواهی و برابری طلبی در آمریکا به طبقه حاکم تحمیل کرده پس بگیره، شمشیر رو از رو بسته و میخواد تعرض بکنه. و به نظرم مقابله با این فقط مقابله در روز 5 نوامبر نیست، مقابله هستش که یک کشمکش اجتماعی، یک جدال اجتماعی رو در مقابل به اصطلاح این وضعیت و این تعرض باید قرار داد و به سراغش رفت. این در عین حال به این معنا هستش که در روز 5 نوامبر هم بعضیا تصمیم میگیرن کاری بکنن. من فکر میکنم که من بیشتر طرفدار اون سیاستی هستم که بدون اینکه هیچ گونه توهمی داشته باشیم نسبت به اینکه انتخاب هیچ کدوم هر کدوم از این کاندیداها به اصطلاح منافع طبقه کارگر رو داره نمایندگی میکنه، منافع آزادی خواهی رو نمایندگی میکنه یا برفرض منافع صلح و عدالت رو در سطح جامعه بشری نمایندگی میکنه که میدونیم اینا پوچه، به هیچ وجه جایگاهی نداره، باید سدی رو در مقابل این تعرض وحشیانه به اصطلاح ایجاد کرد. و این سد به من میتونه یه معنیش در بعضی ایالت‌ها، به خصوص ایالت‌های مانند ویسکانسین، میشیگان، آریزونا یا برفر سایر ایالت‌هایی که در ادبیات آمریکا به مثابه ایالت‌های سوینگ استیت، ایالت‌هایی که میتونن تغییر بکنن، نوسان داشته باشن، معرفی شده. در اونجا به نفع کاندید، بر علیه کاندیدای حزب جمهوری خواه رأی دادن به نظرم سیاست اصولی هست. ولی یک اقدامه، دو ساعته شما میرید توی یه صفحه وامیسید، یه رأی رو میزنید، میگید برفرض مرگ بر ترامپ، یه رأی رو میندازید تو اینجا. نه توهمی باید نسبت به کاندیدای مقابل داشت، نه انتخاب بین بد و بدتر هر دوتا کاندیدای طبقه حاکم هستن. سیاست‌های استراتژیک طبقه حاکمه آمریکا رو با توجه به موقعیتش و با توجه به چالش‌هاشون دنبال میکنن، حالا با تفاوت‌های سایه روشن‌های معینی. و در این حال میدونید که این مسئله پایان ماجرا نیست، این یک اقدام چند ساعته بود برای اینکه جلوی توحش کل طبقه حاکمه و همچنین سیاستایی رو که اینا دنبال میکنن، چه ترامپ دنبال میکنه غیره، اون جنبش اجتماعی که باید رو در روش قرار بگیره. کسانی که تمام امر خودشون رو به انتخابات معروف میکنن بخشایی از هیئت حاکمه هستن یا دنبال روان هیئت حاکمه هستن. این توهم نیست. اینجا به نظرم همون سیاست دماغمون رو بگیریم و بگیم مرگ بر هیئت حاکمه فاشیستی که داره تعرض میکنه، ولی در این حال بعدش چه توی مراکز انتخاباتی چه توی عرصه اجتماعی باید یه تعرض بزرگ و گسترده‌ای رو بر علیه اون چیزی که این پدیده‌ای که یک حیوان درنده هست به اصطلاح نمایندگی کرد به پیش برد. و بدون این جنبش اجتماعی اتفاقا خود کاندیدای دیگه هرچه بیشتر به طرف و بیشتر به طرف اونا متمایل میشد. این و این جنبش اجتماعی هستش که حرف آخر رو میزنه و تحمیلات و فشار اجتماعی بسیاری روی یا ترمزی میذاره روی تعرضی که کل جناهای
هیئت حاکمه انجام میدن. مثلا اگر نگاه بکنید بخشی از جمهوری خواها اومدن میگن به کامالا هریس رای میدیم، این یه نشانه به اصطلاح راست روی در صفوف خود حزب دموکرات هستش که قبلا اینطور نبود. این دفعه میخوام بگم مقبولیت داریم ما، حتی اینا رو میتونیم فردی به نام دیک چینی مثلا که مهندس به اصطلاح تعرض و جنگ بر علیه عراق بود و مهندس نئوکانسرواتیوا برای سازمانیابی نظم نوین جهانی پس از سقوط بلوک شرق بود، جز کاندیداهاشون به اصطلاح می افتخار میکنم ببینیم یه همچین حیواناتی رو تو صفوف خودمون داریم، ببینید چه باقی وحش عجیبی هستش. و حال فکر میکنم که شاید این نکاتی باشه که باید مد نظر داشت. بله، گزینه ما چپ‌های به اصطلاح سوسیالیست طبعا پیشبرد جنبش‌های کارگری و اجتماعی و امر انقلاب اجتماعی قرار نیست. حتی در به اصطلاح دموکراتیک ترین کشورهای سرمایه‌داری هم شما از طریق انتخابات و شرکت در انتخابات، چه در سطوح پایین چه در سطوح فدرال و سراسری، تغییرات اساسی ایجاد بکنید، چون اساسا این چیدمان قدرت سیاسی در نظام سرمایه‌داری طوری هست که اصلا بخش مهمی از سیاست‌گذاری‌های هم از اقتصادی، نظامی، فلان در خارج از اون نهادهای صورت می‌گیره که به اصطلاح انتخابی مصوب میشن. منتها خب بسته به اینکه کی انتخاب میشه یه سری تأثیرات میذاره دیگه. مثلا الان دست به نقد لاتین تبارها میدونن که اگه ترامپ بیاد مثلا وضعیت پناهندگان و مهاجرینی که میخوان از آمریکای لاتین بیان خرابتر خواهد شد. درست؟ یا مثلا زنان میدونن که اگه ترامپ بیاد این مسئله حق انتخاب، حق کنترل زن بر بدن خود، حق سکت جنین مثلا به شدت میتونه زیر سوال بره. یا مثلا فرض بگیر طرفداران، حتی برعکسش هم راسترش هم بگیر، مثلا طرفداران ادامه کمک آمریکا و دخالت آمریکا در جنگ اوکراین میترسن از اینکه ترامپ بیاد مثلا دست از ادامه کمک به دلیل روابطی که میگن با پوتین داره و فلان از جنگ اوکراین بردارن، یا از تقویت ناتو مثلا چیه بردارن. در نتیجه بسته به این مسائل مثلا میان حالا مثلا اخباری هم منتشر شده که ترامپ به نتانیاهو پیغام داده، گفته وقتی اگه من پیروز بشم قبل از اینکه برن کاخ سفید تو باید جنگو تموم بکن. یعنی مثلا خیلی از این ایرانی ها شکمشون رو صابون زدن ترامپ بیاد مثلا پدر این فلسطینی ها رو در میاره، مثلا رژیم ایران رو براشون سرنگون میکنه و که اونا خوشخوشان برگردن کاخ نیاوران. ترامپ نشون داد که تاجر مسلک، یعنی بر مبنای منافع طبقه حاکم حاضر هر معامله‌ای با شیطان بکنه. یه زمانی هم به رژیم جمهوری اسلامی پیغام داده بود دست از این خر شیطان هستی‌ای و اتمی و غنی‌سازی بردار، من کمک میکنم به تو حکومت بی خیال حقوق بشر که تو تقویت بشی، اصلا بشی یه کشور قدرتمند. اینا هم هست و فلان. در این عالم یه مثال‌های حالا بنابراین اینا گزینه‌های هیچ کدام همونطور که به درستی گفتیش کدام نیستن. شما الان آقای ایلان ماسک بزرگترین سرمایه‌دار جهان رفته پشت ترامپ، اونور مثلا صاحب فیسبوک و صاحب مایکروسافت بیل گیتس و زاکربرگ مثلا رفتن پشت مثلا چی هریس و اینا. یعنی اینا کاندیداهای به اصطلاح طبقه حاکم سرمایه‌دار هستن و هر کدام انتخاب بشن هیچ تحول جدی به وجود نمیاد. ولی میگن که مثال میزنن، مثلا میگن اشتباهاتی صورت گرفته در طول تاریخ. مثلا در دهه 30 میلادی میگفتن اگر کمونیست ها و سوسیال دموکرات ها و لیبرال ها با هم یک اتحاد عمل انتخاباتی میکردن مثلا حزب نازی تو انتخابات پیروز نمیشد. یا مثلا اخیراً در انتخابات فرانسه مثلا میگن خب چرا این که برای اینکه نه بگن هم به مکرون که رئیس جمهور حاکمه و هم جلوگیری بکنند به قدرت رسیدن مارین لوپن که نماینده حزب نوفاشیسته، مثلا یک اتحاد عمل انتخاباتی میان سبزا و کمونیستا و سوسیال دموکرات ها و چپ ضد سرمایه‌داری و اینا مثلا تشکیل شد که تونستن مانع از به قدرت رسیدن نوفاشیستا بشن و اینا. بنابراین اینجوری شما میگید که خب یک سری اکثر ایالت ها که مشخصن یا جمهوری خواهن یا دموکراتن، یه چند تا هفت تا ایالت میگن هست
که دائما نوسان دارن، عمدتا هم ایالت های کوچکی هستن که سرنوشت انتخابات اونجا تعیین میشه. یعنی در اون 7 ایالت کلیدی بینیتون رو بگیرید و برای جلوگیری از به قدرت رسیدن ترامپ برید به هریس رای بدید. من اینجوری متوجه شدم. من یه همچین سیاستی به نظرم مد نظر هست، ولی قبل از این یه حقایق دیگه ایران باید گفت. شما توی مقدمه خودتون اشاره کردید که سیستم الکترال وجود داره، یعنی انتخاب کنندگان، یعنی شما آرای عمومی که در هر ایالتی صورت میگیره تعدادی الکترال داره، تعدادی انتخاب کننده داره، که اینا بعدا بر حسب اینکه اکثریت رو داشته باشن رأی خودشون رو به کاندیدای که اکثریت رو برده میدن. این ناقض اصل هر نفر هر فرد یک رأی هست و نتیجه انتخابات بر مبنای اکثریت آرا تعیین میشه. این اساسا یه سیستم عجیب و غریبی است، در یک دورانی به هر حال پایه‌گذاری شده و در آمریکا یک نفر یک رأی مساوی نداره، بر حسب اینکه شما در کدام ایالت زندگی میکنید وزن رأی شما میتونه متفاوت باشه. و همونطوری که قبلا تو دورهای مختلف هم شاهدش بودیم، کسی که اکثریت آرا رو میاره الزاماً به معنای این نیستش که اکثریت الکترال رو هم خواهد داشت، یا اون 270 تای مورد نظری که به اصطلاح نشون میده که شما مجوریتی رو به دست آوردید و به اصطلاح برنده انتخابات بودید. این یه بخش قضیه است. یه بخش دیگه قضیه که آدم نگاه میکنه به مسئله کل انتخابات در دوره حاضر این هستش که کاندیداهایی که مطرح میشن، این کاندیداها اساساً همونطوری که اشاره کردی کاندیداهای طبقه حاکمه هستن و سرنوشت انتخابات از پیش رقم خورده است. شما بیلیونری مانند ایلان ماسک رو که علاوه بر نبوغش به اصطلاح در سیستمای اتومبیل برقی و یا سیستمای فضایی و غیره میبینید که به لحاظ سیاسی یک نیمچه فاشیست و یک به اصطلاح بیمار روانی هستش، در کنار ترامپ قرار میگیره، در اون طرف سایر به اصطلاح بیلیونرها در طرف مقابل قرار میگیره. بعد میخوام بگم که نکته اساسی که کاندیداهای جناح سوم یک اشتباه اساسیش این هستش که فکر میکنن اساساً انتخابات همونطوری که اشاره کردید مجرای تغییرات اساسی در به اصطلاح جامعه آمریکا هست. اگه شما به جامعه آمریکا نگاه بکنید، تمام دستاوردهایی که این جامعه داشته، از جمله مثلا 8 ساعت کار در هفته، از جمله مثلا حقوق زن به درجه حقوق برابر برای زن، هرچند که برابری کامل و مطلق نیست در تمام عرصه‌ها، اما پیشرفت‌هایی در این به وجود اومده، اینا همه تا ناشی از تلاش‌های طبقه کارگر، آزادی خواهی، برابری طلبی، حقوق زن در جامعه آمریکا بوده. اینا ناشی از این نبوده که کدوم کاندید در به اصطلاح ریاست جمهوری رأی آورده، بلکه اساساً محصول جنبش‌های اجتماعی بوده. اگر برفرض جنگ ویتنام بر علیهش به اصطلاح آنچنان تظاهرات و تحرک عجیبی صورت نمی گرفت که آمریکا رو جنایتکاری که در به اصطلاح ویتنام انجام داد افشا بکنه، اگر در رابطه با جنایتی که در عراق صورت گرفت و ساختارهای یک جامعه رو ده ها سال به عقب بردن و تهدیداتی که در جوامع دیگه کردن این جنبش‌های اجتماعی نبودن، سرنوشت این جامعه طور دیگه بود. اشتباه به اصطلاح برخی از این نیروهای کاندیدای سوم این هستش که اساساً متوهم نسبت به تغییرات در جامعه آمریکا هستند و اهرم تغییر رو گوی انتخابات در اینجا می‌بینند. و این به نظر من یک اشتباه محاسبه هست. هیچ گونه امیدی به تغییرات از درون مجرای انتخابات آمریکا به نظرم نباید داشت. هر گونه تغییر اساسی، حتی هر گونه تغییر به اصطلاح محدودی در جامعه آمریکا، منوط گره خورده است به اینکه جنبش اجتماعی چگونه زمین رو زیر پای هیئت حاکمه داغ کرده و این تغییراتی رو به اصطلاح به وجود آورد. و همونطوری یکم به درستی اشاره کردید، بسیاری از تصمیمات توسط نیروهای افرادی که انتخاب به اصطلاح شدن در این انتخابات صورت نمیگیره، در مجاری دیگه صورت میگیره. مثلا تصمیم گیری در رابطه با جنگ، کشوری رو میخوان نابود کنن، مردمی رو ده ها سال به عقب برگردونن، بمب‌های آنچنانی رو بر سر مردم بریزن،
کسی مسئول نیست، کسایی که انتخاب شدن پاسخگو نیستند. این جامعه مکانیزم تغییر رو نداره که بگی من فردا میخوام رأی بدم، همین الان که تو انتخاب شدی میخوام رأیمو عوض کنم و تو رو عوض کنم. چنین مکانیزمی وجود نداره، مگر اینکه یک افتضاح عجیبی را بندازه، کار افتضاحی رو انجام بده که بخوان این پیچش بکنن. ولی این پیچ کردن هم و به استیضاح کردن هم از اونجایی که گره میخوره به اینکه برفرض سناتورهای آمریکا که اینم بازم تقسیم شده بین دو حزب چطوری رأی میدن، مسئله گره میخوره. نتیجتا مثل یه جامعه شورایی نیست که مبتنی بر شوراهای جامعه است که شوراها توده های مردم به اصطلاح دارای حقوق حق رأی در جامعه که به سن قانونی رسیدن میتونن هر زمان انتخاب شوندگان رو عزل بکنن. شما همچین حقی ندارید. این حقو به 4 سال یک بار شما یه به اصطلاح رأی رو توی صندوق میریزید، این بابا میره تا 4 سال دیگه یا تا 6 سال دیگه یا تا 2 سال دیگه هیچ گونه پاسخگویی به شما نداره. تنها مکانیزمش برای به اصطلاح دوباره رأی گرفتن از شما هستش که دوباره سر شما بریزن، دوباره یه سری پوستر تبلیغاتی رو بذارن توی کلمات و بگن بیاین برین رأی بدین و جامعه این کارو میکنه. برای همین هست که در دوره‌های پیشین شما میبینید که میزان مشارکت در انتخابات بسیار محدود بوده، رو حدود 30% بوده. چند سال اخیر هست که به اصطلاح یه تغییراتی در سطح جهان صورت گرفت که مشخصا برمیگرده به سقوط بلوک شرق و تلاش هیئت حاکمه آمریکا که نظم نوین جهانی رو شکل بده، آمریکا به عنوان ابرقدرت باشه و اختلافاتی در درون هیئت حاکمه صورت گرفته، رقابت‌های در سطح بین‌المللی در مقابل آمریکا قرار گرفته، جهان نتونست اونطوری که جورج بوش پدر آمریکا به نظر داشت به اصطلاح تک ابرقدرت بلا منازع جهان تبدیل بشه، رقبای جدیدی به اصطلاح عروج کردن و غیره و غیره، در هم ریختگی رو در صفوف هیئت حاکمه شما مشاهده میکنید. علی جان، من در فرصت باقی مانده من 2 تا پرسش دیگه داشتم. یکی این که اصلا چرا حالا یه زمانی اعتقاد میکردن به این کشورهای بلوک شرق که سیستم تک حزبی هستن و خب ما که معتقد نیستیم اونا ربطی به سوسیالیسم واقعی داشتن اینا، ولی سیستم آمریکا عملا دو حزبیه، البته نه در قانون، مثلا در عرصه به اصطلاح هر حزبی هر چقدر کوچک چه هر فرد مستقلی میتونه خودش رو کاندید بکنه، کسی اونا رو حذف میکنه، ولی رسانه‌های جمعی اصلی، مدیای اصلی که در دست کمپانی‌های سرمایه‌داری هست، هر بار میان مناظره‌های ترتیب میدن میان این دو کاندید اصلی که یکیش مال حزب جمهوری‌خواه یکی مال حزب دموکراته و عملاً به مردم میگن که میان این دوتا انتخاب، یعنی هیچ وقت فرض بگیر حتی کاندید حزب سبز که یه زمانی مثلا اون رالف نیدر در دوره انتخابات جورج بوش پسر مثلا تا 500,000 حتی رأی آورده بود رو مثلا نمیارن بیاد مثلا رقابت بکنه، حرفشو بزنه که حداقل مثلا مردم میان دو تا حزب یه حزب سومی هم وجود داشته باشه. حتی گاهی احزابی که خودشون هم کمونیست هم میدونن هم گاهی کاندید معرفی کردن، مثلا من سالهای مثلا گذشته بوده ورکرز ورک پارتی حزب دنیای کارگران مثلا یک کاندید ریاست جمهوری کاندید معاون ریاست جمهوری هم معرفی میکرد، برخی احزاب کمونیست سنتی هم به همین ترتیب. چرا نیروی سوم، نیرویی که بگه آ دیگه بس دیگه ما رو تو این دورایی انتخاب میان حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه قرار ندید، ما یک صدای سوم، چجوری الان مثلا ما در رابطه با جنگ و نسل‌کشی در فلسطین میگیم باید صدای سوم باشیم، قرار نیست پرو اسرائیلی یا محور مقاومتی باشیم، چرا این صدای سوم و کلن جنبش چپ رادیکال ضعیف هست؟ یکی این سواله. یکی هم خود جامعه ایرانیه، اخیراً CNN خبرنگارش که در ایران حضور داشت داره رفته بود یه حالا پرسجویی هم کرده بود و اینا، میگفت که مثلا بالای 90% مردم ایران که با رژیم مخالفن خواهن اینا که ترامپ بیاد در آرزوی رژیم چنج، رسو که اصلا هیچ وقت ترامپ همچه ادعایی نکرده. توی جامعه ایرانی آمریکایی ساکن ایالات متحده هم که میگن حدود 2 میلیون هستن هم طرفداران ترامپ خیلی به اصطلاح سمپات دارن، خیلی به اصطلاح زیاد هستن و به همین امید که فکر میکنن مثلا ترامپ بیاد میتونه ایران رو از شر آخوندا نجات بده و فلان اینا. در رابطه با این دوتا نکته نظرتون میشنه.
ببینید تا اونجایی که به مسئله صدای سوم برمیگرده، پدیده هستش که میتونه سوژه بررسی و کنکاش عمیق اجتماعی تاریخی سیاسی باشه. چگونه در آمریکا هیئت حاکمه دست راستی مرتجع تونست یک تعرض گسترده همه جانبه رو بر علیه کمونیسم در آمریکا، آزادی خواهی و برابری طلبی در آمریکا انجام بده که حتی هنرپیشگان هالیوود رو به اصطلاح پای میز به اصطلاح محاکمه بکشونه، حتی بر رهبران اتحادیه‌های کارگری بسیاری رو محاکمه کردن به جرم به اصطلاح دارای عقاید کمونیستی بودن. و دوران مک‌کارتیزم یک دوران سیاهی بود که هیئت حاکمه آمریکا به شدت تعرض کرد به آزادی خواهی، هر نوع آزادی خواهی رو به اصطلاح بهش تعرض کردن، کمونیسم رو با توجه به تبلیغات کور و زهرآگینی که انجام میدادن سعی کردن که از به اصطلاح صحنه اجتماعی دور کنن و هر نوع رابطه باهاش رو به شدت مورد مؤاخذه قرار دادن. من خاطرم هست که فعالین اتحادیه کارگری مثلا کارگران بارانداز بیل بیلی رو در سال 50 فیلم‌هاشو دیدیم که پشت میز محاکمه قرارش دادن که میگفتن شما کمونیست هستین و این رهبر کارگری با جسارت تمام گفت به شما اصلا مربوط نیست که من چی هستم، به شما مربوط نیست، و پی زندان رو به اصطلاح به تنش مالید و رفت زندان و یه تلاشای اینطوری. یک تبلیغات عظیم و پیچیده‌ای رو هیئت حاکمه آمریکا مشخصا بعد از انقلاب اکتبر بر علیه کمونیسم در آمریکا پیش برد. شما همین نمونه ها رو الان میبینید، مثلا تبلیغات ترامپ رو که نگاه میکنید، به کامالا هریس میگه تو کمونیستی. این دیگه واقعا پدیده عجیبیه. یا به هر پدیده‌ای که درجه تغییر، درجه بهبود در زندگی مادی، در زندگی به اصطلاح حقوق سیاسی مدنی، حقوق زنان، به اصطلاح برچسب کمونیسم رو میزنن به این اعتبار که بخوان بی‌اعتبارش کنن، به این اعتبار که بهش تعرض بکنن. این سابقه و عظیمی که زرادخانه آمریکا بر علیه سوسیالیسم و غیره داره کارکرد بسیاری داشته، اما فکر میکنم این کارکرد بعد از سقوط بلوک شرق و بعد از خابیدن گرد و خاکهای به اصطلاح پیروزی جهان دموکراسی و معلوم شد که جهان دموکراسی جهان صلح و آرامش نیست، دموکراسی مترادف با صلح نیست، برابری نیست، به اصطلاح آرامش خاطر انسانها نیست. دیدیم که چه جنگهای خونینی چه توسط خود آمریکا چه توسط نیروهای مختلف در جهان معاصر صورت گرفت، به اصطلاح به پیش برده شد و جهان رو چهرش رو چگونه خونین کرد، اینا رو همه رو دیدیم. ولی تأثیرات به سزایی داشتن. مثلا حالا بخوام بگم خونسا شده به درجه این تأثیرات، مثلا در دوره پیشین کاندیدایی مثل برنی سندرز که یه نوع سوسیال دموکرات بود، وابسته به هیئت حاکمه آمریکا اما با درجه ای از فاصله، ولی حتی توی آمارها و سنجش‌ها که صورت می‌گرفت سوسیالیسم دیگه اون پدیده منفوری که هیئت حاکمه مک‌کارتیست رقم زده بود نبود، بلکه حتی مثلا حدود 50% میگفتن سوسیالیسم پدیده مقبولیه، میتونن باهاش کنار بیان. و این حرف دل بخشی از جامعه است که هنوز زیر ضرب تبلیغات قرار داره. من فکر میکنم با به اصطلاح کنار رفتن تمام سایه های اون دوران عظیم ضد کمونیستی پس از سقوط بلوک شرق، ما میتونیم شاهد عروج و شکلگیری تمایلات سوسیالیستی، جنبش‌های اجتماعی رادیکال و سوسیالیستی باشیم. ولی این نیازمند سازمانیابی، نیازمند انسان‌هایی هستش، نیازمند پراتیکه، انسان‌های فی‌الحال حاضر و موجود در جامعه کنونی هست و غیره، و افقی رو که در مقابل جامعه قرار میده. متاسفانه ما در جامعه آمریکا این افق رو در حال حاضر نداریم. صداهایی هست، نیروهایی هستن، جریاناتی هستن، اما محدودن، حاشیه‌ای هستن و خودشون رو به سیاست به اصطلاح مایکرو در سطح لوکال محدود میکنن و غیره و غیره. شاید باید در عرصه جهانی تحولاتی صورت بگیره که تأثیرات بسزایی هم در خود جامعه آمریکا داشته باشه و شاید نه. اما تا اونجا که به قسمت دوم سوالتو برمیگرده، من نمیدونم CNN چه سنجشی انجام داده که رسیده بگه 90% ایرانیان در ایران منظورتون بود طرفدار این هستن که ترامپ کاندید بشه. نظرسنجی که نه، یعنی رفته بود خبرنگارش سراغ شهروندان عادی که این نظرسنجی نیست دیگه. نظر از صحت آماری برخوردار نیست. آره نه، مثلا ممکنه بریم محلی
مثلا ممکنه بریم شمال شهر تهران، خب طبیعی محله لواسان مثلا، یا بری زعفرانیه، یا بری خیابون فرشته ازشون بپرسی کی میخواد بیاد، حتی اونجا پاسداراشون هم برمیگردن، شاید بهتون بگم ترامپ بیاد چون وضع مالی ما رو بهتر میکنه. این فروشگاه زنجیره‌ای عظیمی که تو شمال شهر داریم اساسا صاحبینش مثلا بخشایی از سپاه و نیروهای سپاه و غیره هستن. اما یه گرایش ترامپیستی وجود داره. این گرایش ترامپیستی به نظرم در این حال قائم به ذاته. اینطوری نیست که ترامپ میاد ما رو نجات میده، ترامپ میاد جمهوری اسلامی میده. اینا قائم به ذات مرتجع هستن. اینا قائم به ذات سیاستایی رو میخوان دنبال بکنن که اگر سر کار بیان ضد آزادی هستن. من و شما طرفدار سوسیالیسم رو به بند میکشن، کارگری که میخواد اتحادیه و شورا داشته باشه سرکوب میکنن، مطبوعاتی که بگه نه من مخالف مطبوعات رسمی هستم رو به بند میکشن، اسارت میکشن. اینا همچین چیزی هم تو دانشگاه هم تصویه میکنن که احساسی صدای به اصطلاح در آکادمیا هم وجود نداشته باشه، غیره و غیره. و به خاطر اینکه به اصطلاح این همخوانی خود سیاسی خودش رو دنبال بکنن، در ضمن میگن ترامپ بیاد مثلا جمهوری اسلامی بیره، نتانیاهو حمله بکنه جمهوری اسلامی بیره. اتفاقا نتانیاهو حمله بکنه جمهوری اسلامی بقاش تضمین میشه، چرا که توازن قوا بر علیه مردم میچرخه و این حیوان درنده اسلامی با وحشیگری بیشتری به جون مردم میفته و جنبش اعتراضی جامعه رو، جنبش سرنگونی طلبانه رو، عقب گردهایی رو بهشون تحمیل میکنه. اینا مرتجعین قائم به ذات هستن، همزاد ترامپ، همزاد به اصطلاح هیئت حاکمه آمریکا هستن. شما در صفوف سلطنت طلبان اینا رو بسیار پیدا میکنید، یک گرایش حاکم درشون هستن و خودشون ذاتا مرتجع هستن، مرتجع بودن، مرتجع تر شدن تحت تاثیر فضای سیاسی که در جامعه آمریکا و جهان امروز به اصطلاح این نو فاشیسم میره که ترامپ نمایندگی میکنه. اینا این جسارت هم دارن که به اصطلاح به این صورت نه. یه چیز روشن شد، اینا اگه بخوام به قدرت نزدیک بشن تو اون دهی که برفرض توی کبیر لوت به اصطلاح به قدرت برسن، جایی از آزادی نخواهد بود، جایی از برابری نخواهد بود، در حق زن نخواهد بود، کارگرم باید بره تو اون گرما کار بکنه تا اینا بتونن سودش رو تامین کنن. بله، در این حال هم خب این جناح اصلی این بخش از جامعه ایرانی آمریکایی ساکن ایالات متحده که میخواد به ترامپ رأی بدن، عمدتاً یعنی تقریبا شاید گفت همه سلطنت طلبان میخوان به ترامپ رأی بدن. غافل از این که جالبه که تو همون دوری که آقای جان بولتون مشاور عالی امنیت ملی آمریکا بود، اصلا ترامپ او رو انداخت بیرون چون خیلی علاقمند به جنگ با ایران بود و اینا. آره، انداخت بیرون، گفت آقا این بولتون رو ول کنی هر روز یه دونه جنگ هم میندازه. و جالبه که بعد از اتمام دوری ریاست جمهوری ترامپ، هم جان بولتون، هم معاونش پنس، هم وزیر خارجش پومپو رفتن پیش مجاهدین خلق و با مریم رجبی دیدار کردن و اصلا اعتنایی به شازده نکردن. یعنی اینم به اصطلاح من فکر میکنم این شاهزاده به اصطلاح کاکلزری احتیاج به دوای آنتی دیپرسن زیادی خواهد داشت، چون تمام سیاستاشون رو گره زدن به امید اینکه نتانیاهو میاد و به اصطلاح ایران آزاد میشه. بعد به سرعت گفتن که نگران نباشید، به مرتجعین منطقه گفتن ما خلای قدرت رو پر میکنیم. طرف سراغ کت خدا رو میگرفت. ولی جالبه که اخیراً هم یکی از این بنیادای به قول معروف بنیاد نیکسون، بله، جایزه معمار صلح، یعنی کسی که این آقای شازده ای که در دوره خیزش انقلابی رفت پیش نتانیاهو، دیوارشو کوبید، سرشو کوبید رو دیوار خراسان ندبه، بعد به قول شما پیام ویدئویی سلیقه‌ای داد آقا بزنید، نگران خلای قدرت نباشید، تو تمام این یک سال یک طرفه از اسرائیل و نسل‌کشی اون حمایت کردن، جایزه معمار صلح را دادم به آقای شازده که یه روزش هم در عمرش کار نکرد. ببینید فقط یه چیزی نشون داده شد، صلح بدون عدالت. بله. بعد صلح با عدالت کاملا متفاوته. شما میتونید کودکان غزه را داشته باشید که به خاک یکسان شدن و به اصطلاح کودکی که یه شعری گفته بودم من اخیراً شنیدم، از مادرش میپرسه مادر این چیزی که از آسمون میاد بمب یا غذاست؟ بعد 99% بمبه و نابود میکنه. و انسانهایی که به آتش کشیده شدن روز روشن کنار بیمارستانها و اینا لب از لب کام به اصطلاح باز نکردن یک کلمه اعتراض بکنن، بلکه عملاً تبلیغات خود دستگاه هیئت حاکمه اسرائیل رو با وقاحت و بی‌شرمی تمام به اصطلاح مطرح میکردن.
بله. حالا ببینیم سه‌شنبه نتایج این انتخابات چی میشه. از قبل که ترامپ هشدار داده بود، گفته بود که یعنی من یه جورایی گفت که اگه من از صندوق بیرون نیام حمام خون را میفته. دفعه قبل که اصلا طرفدارانش حمله کردن به کاخ سفید و فلان و اینا، بنابراین خیلی به اصطلاح وضعیت حساسیه، ممکنه حتی درگیریهایی رخ بده. ما سعی میکنیم بعد از انتخابات هم یک بررسی بکنیم از نتایج اونو، پس لرزه‌های اونو، ببینیم داستان به چه ترتیب پیش میره در قدرتمندترین کشور سرمایه‌داری در حال حاضر جهان. مرسی علی جوادی عزیز که در این گفتگو هم با بینندگان تلویزیون برابری همراه بودید. متشکرم از اینکه دعوتم کردید.